تشکر از هنرمند محبوب ما رسول جان ازمرای و گروه ترانه انجمن جوانان از پیوند ملی که با یک شور شف خاص این ترانه ملی وطنی و حماسی را سرودند. به افتخار تشریف آوری مهمان بزرگوار و جمله مهمانان که از ولایات مختلف متحدین ملی و سیاسی از پیوند ملی تشریف آوردند، یک نعره تکبیر، یک نعره تکبیر، یک نعره تکبیر به خاطر پیروزی قاطعانه حامد کرزی در انتخابات سال جاری. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. این زمان بر ماز هر وقت و زمان بهتر است، این زمان بر ماز هر وقت و زمان بهتر است، چون وطن را شخص عاقل مثل کرزی رهبر است. هست کوشا در ری خیر و فلاح مملکت، فکر صلح و امنیت او را همیشه در سر است. کرده رای خدمت خلق خدا را انتخاب، خدمت خلق خدا دانی که حج اکبر است. نیست هرگز در نهادش فرق میان این و آن، جمله یکسان نزد او مانند یک برادر است. هر که همت می گمارد در ره حفظ وطن، نیست آرام بلکه او را سنگ خارا بستر است. از خدا خواهیم برایش توفیق کار و عمل، چون زین بودن در این خاک کار بس مشکل تر است. مشکلاتشان را از خداوند آسان می خواهیم. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. جلالت ما به محترم این مهمان بزرگوار عالی قدر دعوت بکنیم که تا با بیانات عالمانه و رهنمودیشان ما را مستفید بگردانند، ازشان خواهش میکنیم تا تحفه ناچیزی که از طرف مؤسس و رئیس پیوند ملی الحاج سید منصور نادری تهیه دیده شده او را ملبس شوند، باز به خیر به جایگاه رهنمایی تشریف بیارند. علی تکبیر. به خاطر عمر درازی که جلالت ما و
بزنی نعره تکبیر. به پا برخیزن به احترامشان، به پا برخیزن به احترامشان. ما از کرزه حمایت میکنیم، حمایت میکنیم، حمایت میکنیم. ازش خواهش میکنیم که بیان سخنان عالمانه را ایراد فرمایند، ما را معزوز گرداند. تشکر، مهربان هستید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم النبیین. بزرگوار عزیز ما الحاج سید منصور آقا، مشرق قوم ما، کلان وطن ما، خواهر ما فرخنده زهرا محترمه، بزرگان قوم، بزرگان قوم، موسفیدان قوم، جوانان عزیز، خواهران بسیار عزیز ما که به سمت نشستن، امروز از این که شما از جاهای دور، از ولسوالی های بغلان و از ولایات دیگر تشریف آوردین تا از ما حمایت کنین، بر ما در تاریخ انتخاباتی و دموکراسی افغانستان یک روز بزرگ است. برای شخص خود ما به حیث یک شهروند کشور و برای افغانستان، برای سفر زیبا و نوش برای مردم سالاری افغانستان که 7 سال پیش آغاز کردیم. سلام و احترام عرض می کنم بزرگان. بسیار به شوق صبح به طرف دره کیهان حرکت کردیم، بسیار به شوق حرکت کردیم، بسیار به عجله حرکت کردیم. شنیده بودیم از زیبایی های کیهان و زیبایی ها و خوبی های مردمش، مگر دیدن کی بود مانند شنیدن؟ حالا که دیدیم فهمیدیم که راستی زیباست، راستی زیباست و راستی زیباست و مهربان است و بیشک مهمان نواز است و بیشک مهمان نواز است، بیشک مهمان نواز است. و شنیده بودیم، و شنیده بودیم از مهمان نوازی مردم کیهان و از مردم بغلان و از آقا صاحب محترم، ولی باز هم آقا صاحب محترم دیدن کی بود مانند شنیدن؟ امروز دیدیم انشاءالله و تعالی که ای باز هم یک قدم خیر به طرف یک آینده ثبات و زیبایی افغانستان است و خوبی این خاک عزیز ماست. حضار گرامی، برادران و خواهران عزیز، ما سفر جدید را برای کشور ما، برای مردم ما 7 سال پیش آغاز کردیم. سفری که از هیچ آغاز کرد، سفری که از نداشتن حکومت، از نداشتن نظام، از نداشتن ثروت، از نداشتن بیت المال، از نداشتن تمام چیزهای جهان داشت ما آغاز کردیم. امروز الحمدلله به جای رسیده، به جای رسیده که نه تنهایی که مردم ما، که نه تنهایی که مردم ما دارند روز به روز قدم استوارتر به طرف مردم سالاری و حکومت مردم میگذارن، بلکه دارن تهداب های نظام خود را پخته تر میسازن. ما بیاد دارم، ما بیاد دارم 7 سال پیش در هفته اول حکومت ما معاش نداشتیم به مامورین خود. کشورها آمدن پول نقد آوردن تا به مامورین دولت افغانستان معاش بدن. تمام خزانه کشور ما، تمام بیت المال کشور ما کمتر از 200 میلیون دلار بود، چیزی که ما در بانک مرکزی افغانستان از سالها 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 از دهها اونجا ذخیره کرده بودیم، به همراه طلا و به همراه نقره‌اش